آقا دیروز یه دفعه من دیدم کلی کلیپ برای من، یه کلیپی رو همه دارن میفرستن که آقا دولت کانادا $2,000 داره به مردم میده، تازه براشون اقلام ضروری هم فرستاده. خدایا ما تو کانادا آخه ببخشید، مگه میشه؟ مگه داریم این همه کانادایی؟ یعنی در خونه همه دارن میزنن اقلام ضروری میدن و چه جوری هست که خبرگزاری رسمی نزدن یه ویدیو؟ بعد دیدم ویدیو رو برخی از این سیلبریتی ها و بعضی از این آدمایی که ادعای دانستن میکنن حمله میکنن، هر چی واقعا دنبال اینا حمله کنن به نظام، یه سری دیگه نام دارن حمله میکنن و اینا. من ویدیو رو بیرون بودم چون دیروز رفته بودم خرید دیگه، یه خورده بهتون لایو هم دادم که چقدر تو صف وایسادم وارد فروشگاه بشم، چقدر تو صف وایسادم پرداخت کنم. بعد دیگه با ماشین بودم و اینا، دیگه اومدم و رسیدم و ویدیو رو نگاه کردم. و ببینید سواد رسانه‌ای وقتی که بهتون میگم اینه، اول یک بار ویدیو رو با هم ببینیم بعد سواد رسانه‌ایش رو میخوام بهتون بگم. در وهله اول این برنامه من طولانیه چون خیلی عمیقی میخوام صحبت کنم و این برنامه رو همه بفرستید، برای همه اونایی که این ویدیو رو براتون فرستادم بفرستید، چون میخوام ماهیت کانادا رو امروز براتون خیلی باز بکنم. حالا اینو نگاه کنیم. سلام، امروز 8 اپریل هستش. دولت کانادا امروز مبلغ $2,000 رو به حساب هر کانادایی واریز کرد برای یک ماه و قراره که این $2,000 تا 4 ماه تمدید بشه، هر ماه $2,000. و علاوه بر اون هم مواد غذایی رو فرستاده که شامل تون ماهی، رب و ماست، میوه، انواع میوه ها، نزدیک 3 کیلو گوشت چرخ کرده، تخم مرغ، شیر، سیب زمینی، هویج، حتی یه آجیل درجه 1 هم فرستادن و همچنین حبوبات و برنج و آرد و اینا رو هم فرستادن که واقعا جای تحسین و تشکر داره از دولت. میگن فرار مغزها، واقعا فرار مغزها رو دارید میبینید. و حالا اینا رو براتون فرستادم، معذرت میخوام از بانوان اینا، کاندومی، ماریجوانایی، چیز دیگه براتون نفرستادن. تو که داری میگی اینا رو هم بذار روش. خب کسی که این ویدیو رو پخش کردن و ادعاشون میشه که بهتر از جمهوری اسلامی میفهمن، در وهله اول در این ویدیو چرا خودشون سوال نکردن که مردم کانادا مثلا این اقلامی که اینجا رو نشون میده اقلامیه که عموما ما ایرانی ها باش کار داریم؟ چون اصلا مدل خوراک خوردن آمریکایی‌ها و کانادایی‌ها و خارجی‌هایی که حالا اروپایی باشن با ما زمین تا آسمون متفاوته. من رفته بودم مثلا نظری بدم، مکدونالد گرفته بودم، ساندویچ مکدونالد. بعد یه عده عزیزان گفته بودن آقا چرا مکدونالد؟ فکر می‌کنن خیلی می‌فهمن. قیمه میدادی؟ قربون برم، قیمه اینا شعورشو ندارن که بخوای، اینا ارزش غذایی نمیدونن چیه که قیمه و قرمه اینا زیاد حال نمیدن. من قیمه‌نم ببرم اونجا 4 تا از این بی خانمان‌ها میخوام برای من حالا کلاسم بزنن، نمیخوریم. اینا آشغال خورن توی آمریکا کانادا، مکدونالد بعد بهش بدی بخوره؟ چون اگه بهش غذای خوب بدی اصلا نمیفهمن. باورتون نمیشه، من یه هفته بیمارستان بودم سر یه داستانی سالهای دور، سال 2013 اینا، و خانمم یه دونه سبزی پلو درست کرده بود آورد بیمارستان، بوش که مثلا گذاشتی توی ماکروفل و بوش در اومد، تمام پرستان چیه دیگه، ما اصلا دیدیم چیه، به هر کدوم یه تیکه داری، اصلا باورشون نمیشد انقدر اصلا خوراک نمیشناسن که یه تیکه سیب زمینی و 4 تا ذرت و اینا میزنن میخورن، چیز نمیفهمن که. خب من دیدم توی این خوراکی که داره میگه، گوش نکن چی میگه. یه آجیل درجه یک، آجیل ایرانی درجه یک، مثلا فکر کن دولت کانادا. این آجیل من اولین چیزی بود که سواد رسانه ای، پس یه آجیله و همچنین حبوبات. برنج و آرد و برنج، اصلا غذای برنج اصلا نمیخورن عموما. شما برید تو سوپرمارکت یه بزرگ که میبینی یه گوشه، اونم به خاطر مهاجرا عموما برنج میذارن. اصلا توی غذای کانادایی یا مثلا اروپایی یا چیزی به نام برنج وجود نداره، نه که نخورن، وجود نداره، جز غذای اصلیشون نیست، شاید ماهی یه بار. برنج برای ما ایرانی هست. خب من وقتی که این ویدیو رو دیدم، این سواد رسانه‌ایه، اقلامی که این آدم داره میگه، برای من دو حالت شد. یا این آدم رفته لوازم خودشو گرفته داره نشون میده که دروغ داره میگه، کلیپو ساخته، مال یک جریانیه، یا اینکه نه، شاید یک گروه خیر ایرانی باشن که غذای ایرانی رو برای ایرانیا بردن. یعنی دو حالت خارج نیست، این سواد رسانه‌ایه. یعنی آقایینی که ادعا میکنن دارن مبارزه با جمهوری اسلامی میکنن، اولی خود سواد رسانه‌ای یاد بگی،
شعور داشته باش اولا که دولت کانادا با اون جمعیت کانادا چجوری میتونه در خونه همه بسته مثلا خوراکی ببره. حالا برده نخود و آجیل، آخه تو رو خدا آجیل، نخود، برنج، یعنی دقیقا چیزی که ایرانی، یعنی فهمیدن که ایشون شهروند ایرانیه، گفتن برای ایشون بسته ایرانی بفرستی. واقعا اینجوری فکر میکنی؟ خب خیلی تو ایرانی ها تو کانادا هستن، میتونم بعد بیان نظر بدم. بعد من رفتم پیگیری کردم که آقا این داستان چیه توی، چون توی ونکووری که ما هستیم که این داستان ها نیست و مونترال کانادا بود، این آقا مال مونترال کاناداست. رفتم پیگیری کردم، گفتم بله یک گروه خیر هستن در مونترال کانادا که الان تصویرشو بهتون نشون میدم و اینها اومدن اعلام کرده بودن که آقا جان ما میخواییم به اونایی که مشکل دارن اینا کمک کنیم. یه دونه مجله اینترنتی اونجا وجود داره به نام مداد و یه مجله که خیلی ها تو مونترال کانادا میشناسن، ایرانی های مونترال کانادا، مجله اینترنتی مونترال هست به نام مداد، اومده بود تبلیغ اینا رو زده بود و حتی شماره تلفن گفتن که آقا جان کسی که کمک میخوان اگه وضع مالی خوبی ندارن، تازه اومدن کانادا، شرایطشون جوریه، ما یه بسته ای داریم آماده میکنیم خوراکی که به ایرانیا بدیم. اینم شماره تلفن، شماره تلفنم براتون میخونم 438 738 8068. این مال این گروه خیره، یه کلونی خیره ایرانی تو مونتراله. گفتن به این شماره تلفن زنگ بزن، اینا سندا، به این شماره تلفن زنگ بزنید تا ما بیایم بهتون کمک کنیم. بعد نمیشه در این حرکت نیکو مداد فقط پیام رسان از زحمت اصلی بر دوش عده از نیکوکاران همین کلونی که دارن این کارو میکنن هستش. خب اینها میبرن و گویش برای 63 نفر زنگ میزنن که آقا ما کمک میخوایم، یعنی کسایی که وضع مالیشون، چون اونم میبینید کسایی که از غرب تعریف میکنم، یادتونه بهتون چی گفتم، گفتم همهشون بدبخت بیچارن، مثل همین تفلکی که الان داشت میگه دم دولت کانادا گرم، انقدر وضع مالیش خرابه که مجبور شده زنگ بزنه به 438 738 8068، یعنی این کلونی ایرانی، آقا تو رو خدا منم کمک میخوام، الان شرایط خوبی ندارم. براش کمک فرستادن، حالا دو حالت داره، یا اومده مخصوصا دروغ گفته یا براش سوء تفاهم شده، واقعا فکر کرده دولت کانادا، چون اینا عموماً هم که دفاع میکنن از جهان غرب بی سوادن دیگه، شعور این داستان نداره، یارو 40 سال داره تو آمریکا زندگی میکنه، دست راست و چپش رو نمیدونه چه خبره، یعنی هیچی تو باغ نیست، آمریکا داره تو محاق میره، این هنوز فکر میکنه آمریکا شاخ دنیاست. خب این به خاطر ندانستنشونه. ببین شما در خارج از کشور هر کسی که سرش به تنش میارزه به یک جایی رسیده از وضعیت مالی خوبه، همه حرفای ما رو قبول داره، ولی هر کسی که مخالفته، ببین الان یک کسی که تبلیغ کانادا رو داشته میکرده جز کسایی بوده که زنگ زده به این شماره که آقا من وضعم خرابه. خب اینا بردن دادن و بعد این آدم اومده این ویدیو رو داده و این کلونی مجبور شده توضیح بده، میگه رفع یک سوء تفاهم، همون مداد گذاشته، اینم در اینترنت میتونید در تلگرام برید این کانال شده نشه رفع یک سوء تفاهم. چند روز پیش مداد خبر داد که جمعی از نیکوکاران کامیونیتی ایرانیان مونترال اقدام به تهیه چند ده سبد خاربار کردند که در این روزهای سخت بین آنهایی که نیاز دارن فلان کنند. میگه پس از دریافت ده ها درخواست توزیع این بسته ها شروع شد و در مجموع 63 سبد خاربار بین متقاضیان توزیع گردید. گویا یکی از همشهریانی که این بسته را تحویل گرفته بودند تصور کردند که این مواد غذایی بخشی از کمک دولت کاناداست. ویدیو پیوستی که امروز در رسانه‌های اجتماعی فارسی زبان دست به دست میشه حاصل همین سوء تفاهمه. تموم شده رفت. یعنی اینا خودشون چون بسته رو دیگه این فیلمو نشون داده دیدن که آقا ما بردیم اینو دادیم، ما اصلا ما دولت کانادا نیستیم، ما یه تعداد ایرانی هستیم، گفتیم به ایرانیا حال بدیم، حالا این بنده خدا فکر کرده حالا در بهترین حالتش دیگه برای سوء تفاهم شده، فکر کرده دولت کانادا. خب میدونی بخاطر اینکه اینا افرادی هستن که اومدن یه بخشی از اینا همه زندگی پلای پشت سر خراب کرده برای کانادا، حالا کانادا رو داره میبینه، مونترال، اونم مونترال با اون سرماش با اون شرایطش، عزیزانی که مونترال هستن میدونن من چی میگم، به خدا من احساس ترحم دارم، من کوچیک تمام ایرانی های کانادا آمریکا هستم، ولی چون خیلی جاها رو دیدم احساس ترحم میکنم به اونایی که تو کانادا و آمریکا زندگی میکنن. چیکار کنم؟ تازه من کجای کانادا؟ بهترین جای کانادا ونکووره که از جورج کلونی بگی تا سیلوستر استالونه اومدن اونجا ویلا خریدن، برای اینام اتفاقا من احساس ترحم میکنم، چون واقعا فکر میکنن جای خوبی زندگی میکنن. حالا مونترال که دیگه شرق کاناداست با اون سرماش و اینا، میدونی چه خبره.
آره دولت کانادا خونت نگیره، نمیخواد به این کمک رو کنه. خب پس این بحث سبد و اقلام ضروری معلوم شد یه کلونی ایرانی بوده، آجیل و برنج و اینا برده، این بنده خدا فکر کرده که دولت کانادا داره. حالا سر 2000 دلاری که ایشون گفت، بله دولت کانادا اعلام کرده، من سایت مهاجرتی دولت کانادا رفتم، این سایت مهاجرت دولت کانادا دارید میبینید تصویرشه، اومده گفته کسی که بیکار شدن اینا ما بهشون کمک میخواییم 2000 دلار بکنیم. حالا شرایط نوشته، این شرایط خیلی جالبه، شرایطش رو براتون عکس گرفتم خودتون بخونید. نه یه امید دروغ میگه که من بد جورالتون رو میگیرم، چون من 24 ساعت دارم اینجا کار تحقیقی میکنم، کار من کار تحقیقی، دیدی 4-5 روز برنامه نداشتم، بحث کرونا بیرون زیاد نمیتونیم بریم اینا، شرایط جوری بود دیدم یه خود مطالعه هم کمتر شده بود دیگه، گفتم جلو دوربین نیام، من شده باشه یک ماه هم جلو دوربین نمیام اگر پشتم تحقیقات نباشه. خب از سایت مهاجرت نوشته که حالا قوانینی که نوشته که شما بعد چیز کنین، یعنی الزاماتی که این 2000 دلار میگیره، میگه که اولا نام این برنامه‌ای که دادن برای که این داستان رو مثلا کمک کنن CERB هست، یک برنامه‌ای که 2000 دلار به کسانی که الان مشکل دارن میخوان بدن. میگه اولا که مقیم کانادا باید باشید و حداقل 15 سال مثلا مقیم باشید اینا، خب 15 سال یعنی مقیم کانادا بوده و حداقل باشید، حداقل 15 ساله باشید، میگه مقیم کانادا باشید و حداقل سنتون 15 سال باشه که بتونید درخواست بدید، معذرت میخوام. مورد دوم میگه که به خاطر حالا کرونا اگه کارش متوقف شده، اگه کارتون از دست دادید یا حائز شرط بیمه بیکاری موسوم به EL هستید، اگه EL بله نه EE هستید و با کمک های هزینه بیماری هستید، میگه بالاخره اگه شرایط بیمه بیکاری و کمک هزینه بیماری و اینا اگه تو اون شرایط هم هستید میتونید درخواست بدید. میگه در سال 2019 یا تو 12 ماه گذشته باید حداقل 5000 دلار درآمد داشته باشید. خب حالا میگه و حداقل به مدت 14 روز متوالی طی بازه 4 هفته اول درآمدی ناشی از کار خود یا خود اشتغالی نداشته باشید و یا انتظار دارید که چنین درآمدی نداشته باشید. یعنی میگه که توی 14 روز متوالی شما نباید از جای دیگه هم درآمد و اینا. خب اینا هم که طبیعیه. حالا داستانش چیه این 2000 دلار؟ شرایطی که اولا که اگه بخوام بهتون بدن تمام حساب بانکیتو میبینن. حالا شما مثلا اومدی یه 10-15000 دلار سالها کار کردی، پسنداز کردی، خیلی سرت فردا میخوای ماشینی بخری، یه کاری کنی، یه سن میخوای مثلا حالا بالاخره یه زخمی بزنی، پولا رو پسنداز کردی، دولت کانادا اول حسابتو چک میکنه، اگر تو حساب 10-15000 دلار باشه بهت این 2000 دلار نمیده، میگه برو پسندازتو بخور. حالا باز خوبه تو شرایط دیگه دانمارک مثلا یک سری گفته بود شما برید تمام طلا ملاهاتون هم بفروشید، بعد ما میایم کارشناس میاریم خونتون میونه، طلا نداشتی، فلان نداشتی، لوازم خونه گرون قیمت نداشتی، حساب بانکیت خالی بود، کمک میکنیم. یعنی حساب بانکیت باید خالی باشه که این 2000 دلار هم ببین برای 4 ماه و هر سری، یعنی شما فقط هر ماه باید یه بار تقاضا بدید، یعنی هر سری که تقاضا میدی فقط یه 2000 دلار میده، ماه بعدم تو باید درخواست بدی، فقط هم 4 بار میتونی درخواست بدی، یعنی 4 ماه. این نهایتا کسی که زرنگ باشه همه شرایطو داشته باشه هر ماه تقاضا بده این پولو بگیره نهایتا 4 ماه. حالا اینو بهت بگم، اولا که این شرایطی که حالا خواهید دید 90% کسانی که واجد شرایط هستن به دستشون این پول نخواهد رسید. حالا اصلا برسه به همه این پولو بدن، قربونت برم 2000 دلار آخه شما یه آپارتمان مثلا 50-60 متری بخوای بگیری که آبرومند باشه، توی منطقه متوسط میخوای بگیری، متوسط دیگه، حالا چی باشه، حداقل باید 1700-800 دلار بدی. من یه دونه خونه 60 متری داشتم تو ونکوور، در یه برجی داشتم، تازه منطقه معمولی بود، لاکچری نبود اون موقع، حتی بعدش که جامو عوض کردم شرطش متفاوته، ولی اون یکی خونه قبلی من 1700 دلار من اجاره میدادم. 2000 دلار شوخیه. شما دو تا هول فود برید که هول فود یه جایی که مواد خوراکی خیلی سرش مثلا میگه طبیعی میدیم، ارگانیک میدیم، بلند میشم میرم مثلا یه اندازه کف دست، اونجا حالت سالاد اینا داره که میریزی مثلا خودت میخوری، اندازه کف دست میریزم میام 22 دلار میشه. این اصلا باور آدم نمیشه، 22 دلار خیلیه برای یه چیزی که مثلا شما دو تا سالاد اینا اندازه کف دست. بعد
من بذارید بهتون بگم، من با خانومم ماهی تقریبا 5500 دلار در کانادا هزینه مونه. حالا ما یه خورده خوب میگردیم و شرایط متوسط رو به بالا میگردیم، ولی واقعا 2000 دلار، تازه تهش 2000 دلاره، اونم برای 4 ماه. تازه اگر بدن، شرایط هم جوریه که به هر کس نمیدن. من طرف میگه برای هر کانادایی 2000 دلار ریختن تو، نه قربونت برم، اینا توهمات تو، تو دیگه تازه احتمالا رفتی کانادا، شرایطت خیلی بده فلانی، واجد و شرایط همه چیزا بودی، تو حتی اینقدر نمیدونی چه خبره که فکر میکنی دولت کانادا برات آجیل و برنج فرستاده. خب این حقیقته، ولی اگه شما واقعا حقیقت کانادا رو بدونی این حرفا رو نمیزنی. باید اگه اروپا رو بگی یه چیزی، چون اروپا شما وقتی خونه میخرید اینا، اگر قسط خونه تو نداشته باشی، اینا دولت بالاخره، به خصوص همون دولت سوئد که ما حالا خیلی بحثا رو مطرح کردیم در مورد بدیای اروپا، اینجا باید اعتراف کنیم، یه خوبی هم بگیم، شما اگه خونه تو نتونی قسط تو بدی و فلان و اینا رو بدی، واقعا دولت‌های اروپایی یه جورایی دستتو میگیرن تو خونه تو از دست ندی، تا جایی که راه داشته باشه کمکت میکنن. ببین، ما نمیخوایم سیاه نمایی کنیم از جهان غرب، ما میخوایم یک دید واقعی رئالیستی بدیم، قرار نیست سیاه نمایی یا سپید نمایی کنیم، حقایق رو میخواییم بگیم. شما اگه خونت رو بخوایی توی اروپا از دست بدی، یه کمکی بهت میکنن بالاخره. ولی در کانادا و آمریکا کاملا عکس اینه. اولا ما در اروپا شما خونه بخریم مالیات خونه رو نمیدی، مگر اینکه حالا اسپانیایی و ایتالیایی، نه اونم دلیل داره، من مالیاتی که اونجا میدی اصلا کمدیه، اینقدر کمه. در کانادا و آمریکا شما یه خونه 60-70 متری باید یه چیزی نزدیک 24-5000 دلار کانادا سالی بپردازی. 24-5000 دلار کانادا میشه نزدیک 200 میلیون تومان پول ایران. ببخشید، با 23-4000 دلار کانادا من دو بار کل اروپا رو سفر میکنم. خیلی رقم بالاییه، خیلی رقم بالاییه، وحشتناک بالاست. بعد شما فکر خونه رو خریدی تو کانادا، حالا بعد قسط بانک و اینا رو بدی، همه اینا درسته، همه اینا رو که میدی، باید سالی 23-4000 دلار کانادا برای خونه 60 متری، حالا دیگه به ازای اینکه کسایی که میخوان لاکچری باشن ویلا بگیرن، ببین چقدر میشه. من دوستم توی ونکوور یه ویلای معمولی داره توی خیابون کاپیتالانو، آره تو خیابون کاپیتالانو که محلش خوبه خداییش، 90000 دلار کانادا ایزم امسال مالیات داده، 90000 تا. البته ویلا 6 خوابه است. برای خونه حالا میگه 50-60 متری هم که یه حداقل، دیگه خونه 50-60 متری که کوچیک‌تر کسی نمیتونه زندگی کنه، که مجرد هم باشی بعد خونه 50-60 متری بگیری دیگه، کوچیک‌تر که دیگه نمیشه زندگی کرد. برای اون تو باید 23-4000 دلار بدی. خب تازه خونه‌هایی که تقریبا میتونم بهتون بگم 80% این خونه‌ها تمام اجزای خونه رو با چوب درست، آخه حالا من نمیفهم تو آمریکا کانادا چرا با چوب خونه درست میکنن. یعنی شما از پرتغال و یونان و ایتالیا و اسپانیا عقب افتاده تری، تو اسپانیا میری یه ویلا میگیری دوبلکس همش بتونه، اون وقت میری تو کانادا تا خونه های 6 طبقه، یعنی تا ساختمون های 6 طبقه همش با چوبه، بالای 6 طبقه باشه میگن برج میخواد باشه، نباید بدنه و ستونا بتون باشه، ولی بقیه اجزاش دوباره چوبه. آخه من نفهمم که خونه رو آدم با چوب درست میکنه، تو آمریکا کانادا با چوب درست میکنن، که همش این بوی چوب یه بوی بدی رو چیز میکنه، که حتی توش زندگی کنی دیگه بینیتون عادت میکنه و یه بوی بدی میدن به مانند ادرار، بوی ادرار، و واقعا آدم اذیت میشه. این خونه های کانادا آمریکاست. بعد شما اگه یک جالا مثلا پول چیز نداشت باشی، کار دیگه سرما خوردی دو هفته اینا، کار بیکار شدی فلان شدی، پول قسط خونت رو نداشته باشی، یا پول اون پول زوری که به اسم مالیات ازت میگیرن رو نداشته باشی، دولت نمیاد کمکت کنه، اتفاقا تلاش میکنه که تسری ببخشه که تو نتونی این پول بدی، پرتت، پلیس میارن تو خونه پرتت میکنن بیرون، هوملس میشی، بی خانمان میشی. من دو تا نکته رو اینجا میخوام بیان کنم. ما برای اینکه میخواستیم بدونیم که اوضاع کسانی که ادعای سواد رسانه‌ای میکنن چقدره، ما یک فرمی رو درست کردیم با دوستان، این فرم رو ما خودمون درست کردیم، یه فرم دروغکیه که فرم کمک مالی از دولت کانادا، این فرم رو خودمون درست کردیم، اینی که دارید میبینید جعلیه، خودمون درست کردیم، یکم مخاطبانمون درست کرد، بعد ما فرستادیم برای 3 صفحه درست کردیم که شما همه چی رو بگو، که حتی مثلا همه چیزتو ما برات چیز میکنیم، فرم رو درست کردیم که آقا مثلا شما اینو پر کن،
اگه پر کنی ما مثلا تمام زندگی تو اینا رو کمک مالی بهت میکنه دولت کانادا. این فرم جعلی رو ما درست کردیم برای چند تا از استادای دانشگاه با نگرش‌های مختلف سیاسی فلسطینی، از لیبرال بگیر، از برانداز بگیر تا افرادی که حتی حزب اللهی هستن. متاسفانه همشون باورشون شد، همشون باورشون شد. یعنی ما تو حوزه رسانه‌ای فاجعه ایم. این فرمی که جعلیست، خودمون با کامپیوتر نشستیم، یکی از مخاطبانمون طراحیش کرد، درست کرد، فرستادیم. این حقیقت ما از نظر سواد رسانه‌ای داغونیم قربونت برم. دیگه یارو کلیپ فرستاده، نگاه نمی‌کنیم توش آجیل و برنجه. از خودمون نمی‌پرسیم که آقا جان آخه دولت کانادا چرا برنج آجیل باید بده؟ بعد میگیم آقا جمهوری اسلامی نمیفهمه این باید سقوط کنه یه حکومت فلان. آقا جان شما داغونید، اصلا نمیتونی نظر سیاسی بدی. تو یه کلیپ به این سادگی رو نتونستی تشخیص بدی، بعد ادعا میکنی حکومت باید سقوط کنه. یه دونه بود کار رو گفته بود 50,000 تومن اینو برای انتخابات 84، بعد صداشو در آورده بودن مردم بلوتوث میکردن، میگه آخه از کجا چجوری از کجا میخوای تو نفری 50,000 تومن. داستان همینه، کلیپو دیدن این دولت کانادا داره اقلام ضروری میده. 2000 دلار هم که پس اینه داستانش. تازه 2000 دلار پولیه مگه؟ تازه برای 4 ماه هر ماه هم باید تقاضا بدیم، مگه پولیه؟ من تو کانادا با 5500 دلار به جان مادرم خرجم میشد. پولی نیست 2000 دلار. 2000 دلار تو واقعا میتونی یه خونه معمولی اجاره کنی. حالا 300 400 دلار هم 1670 تا شاید حداقل باید بدی یه دونه آپارتمان 50 60 متری اجاره کنی. خب اینو ما فرمو درست کردیم و دادیم اینا کاری نداره. این پس یک داستان بحث سوالی هست. و حالا در مورد اینکه دولت کانادا خودش تلاش میکنه تسلی ببخشه تو بیای هوملس بشی، آخه کانادا رو ببین. من خودم این ویدیو رو میخوام بهتون نشون بدم که قبلا هم نشون داده بودم ولی لازمه که یه بار دیگه ببینیم. من خودم وقتی که میرفتم خیابون هیستینگ سمت دانتان، انقدر که این هوملس ها بی خانمان ها رو اونجا میدیدم و قصه میخوردم، هر ماه از مکدونالد من خوراک میگیرم و میرم در مرکز ونکوور پخش میکنم. اینم فیلمشه قربه برم، قبلا هم پخش کردم. یه لحظه معذرت، این خودم هم که دارم راه میرم، اینم قد و بالای خودم که دارم راه میرم. اینم اینجا کارتون مکدونالد گرفتم دارم میرم غذا پخش میکنم بین مردم. بیا اینا همه هوملسن. ولی وقتی که من این ویدیو رو اینا رو دادم، این صحبت رو کردم، یه عده گفتن دروغ میگی، خیلی راحت دروغ میگی. حالا طرف تو کانادا داره زندگی میکنه به من میگه دروغ میگی. من همینه که میگم کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن اصلا نمیتونن چیز کنن، ابراز نظر داشته باشن، چون اینا واقعا داغونن. تو بعد 40 سال یعنی نمیدونی آمریکا کانادا چه خبره. برای همین من میخوام ماهیگیری یادتون بدم. این ویدیویی که میبینید من دارم قضا میدم، فرض بگیر دروغه. این همه رو ما رفتیم به یه مردمی پول داریم گفتیم شما علکی نقش گدا بازی کن، ما بهت مثلا چیز کنیم غذا بدیم، میخوایم فیلم بگیریم مثلا مردم ایران رو گول بزنیم. وای 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 دروغه. این ویدیو رو اصلا بگو دروغه، اینو ولش کن، این من دروغ میگم. شما برو تو گوگل، من حالا امروز این کار رو میخوام بهتون ماهیگیری یاد بدم. اجازه بدید خودم رو کوچیک کنم یه ذره اینجا، میخوام یه ماهیگیری درست حسابی یادتون بدم. اجازه بفرما، خودم رو کوچیک کردم. میریم رو نقشه گوگل. یه روشی رو امروز بهتون یاد میدم که از این به بعد اگه کسی گفت دروغ میگین خودتون برید آقا در بیارید. این ونکووره، خب این ونکووره همونطور که میبینید. این خیابونی که میبینید نامش هیسینگه. خب این خیابونی هیسینگ که من خیلی کار دارم و زیاد میدم، چون این مرکز اینجا قسمت لاکچریه ونکووره، گرونترین خونه ها در ببین این نورت ونکوور و وست ونکوور و اینا، و اینجا هم که برنابیه. من یه مدت اینجا زندگی کردم بعد اومدم اینجا زندگی کردم. حالا دقیقا کجا زندگی میکنم اینا رو ولش کن. گرونترین بخش ونکوور کانادا این بخش مرکزه، یعنی اینجا. حالا همینجا رو میخواییم با همدیگه بریم ببینیم. کاری اگه دوستان دوست دارن یه دفعه گوگلاشون رو باز کنن با من انجام بدن ببینید که به این نتیجه میرسید یا نه، که از این وقت گول افرادی که واقعا دارن یک زندگی، معذرت من کوچک تمام ایرانیای کانادا، ولی واقعا یک زندگی که فکر میکنن زندگی خوبیه ولی واقعا زندگی بدیه تو کانادا دارن انجام میدن، نخورید فریبشون رو نخورید. این ونکوور هم بهتون بگم گرونترین جای کاناداست
مجاییست که آمریکایی‌ها وقتی که آخر هفته میشه شما تو ونکوور تماما ماشینایی با پلاک واشنگتن میبینید، چون ایالت واشنگتن اینجا از دارید میبینید، اجازه بدید اینجا واشنگتن، ایالت واشنگتن، و از سیاتل و اینا میان و به سمت ونکوور میان و اونجا، خب میان اونجا مثلا اشغال کنن، میگن اومدیم لاکچری کنیم. خب این ونکوور وقتی شما میای خیابون هیستینگ، خیابون اصلی ونکووره که میخوره بعد به اینجا که گرونتر اینجاست. حالا تو جایی که گرونتر اینجاست یه پارک میبینی، اینجا یه فضای سبز میبینی، میریم روش. اسم پارکر هم که دارید میبینید اوپنر همیر پارک، و این پارک رو دارید نگاه میکنید. و حالا من چون اون موقع اینو گذاشته بودم بعد آمد نیوز نوشته بود که هیچکی اونجا کارتون خواب نیست و فلان و اینا، خیلی ها عشق آمد نیوز دارن، داشتن آمد نیوزی میگفتن. حالا اجازه بدین ما این داستان، و خیلی ها میگفتن نه دروغ میگه امید دانه و فلان و اینا، کاری نداریم. میریم اینجا. حالا ببین شما تو گوگل یه امکانی داری که میتونی بری تو خود خیابونا، یعنی باید بیای اینجا بزنی رو بخشی که با تصویر میخوای نقشه رو ببینی. من زدم این پارکه. خب من همیشه که اولا خود پارک رو میخوام نشونتون بدم، میای اینجا و میری توی پارک. اجازه بدید من اینو بزنم. بله میریم تو پارک. حالا ببینید اولا که از همین بالای پارک میای یک سری چیزا معلومه که مردم چادر زنن، ولی برو تو نگاه کن چادرها رو میبینی، قربونت برم، این گوگله، یعنی حتی عکسای گوگل هم داره حقیقت رو به تو میگه. این گوگله. میام اینجا، اصلا اینجا نگاه کن مردم اینا، نگاه کن خانم رو نگاه کن با چرخ نشسته. این می خانمانه، یه خانم معلول، یعنی کانادا شرایطی رو داره که یک فردی که معلوله. اینا عکسای گوگل ها، داریم با هم خیابون رو راه میریم، میبینی که این خانم رو نگاه کن، تماما آشغالا رو نگاه کن قربونت برم، اینجا شرایطش اینه. نمیخوام برنامه طولانی بشه، من فقط یه دقیقه دور پارک، قبلا احتمال دور همین پارک من با ماشین که داشتم رانندگی میکردم خانومم فیلم گرفته گذاشتیم در اینترنت. نگاه کن شرایط، نگاه کن مردم چادر زدن دارن زندگی میکنن، تو کثافت دارن زندگی میکنن، تو کثافت دارن زندگی میکنن. حالا بذار من بیام بالا. خودم دقیقا همیشه چیکار میکردم، اینکه پارک اینجا، من از همین خیابون هیستینگ با ماشین میام این کوچه اولینه، کوچه دومی، ماشینم رو همیشه اینجا پارک میکنم، دقیقا دارم آدرس میدم، اینجا ماشینم رو پارک میکنم همیشه تو این کوچه. خب کوچه رو نگاه کن شرایطشو، اینجا ماشینم رو پارک میکنم، بعد میام سر کوچه، از اینجا شروع میکنم نظری پخش میکنم. حالا بریم تو این خیابونی که من نظری پخش میکنم ببینیم چه خبره. ببین چقدر اونجا گدا اینا نشسته، نگاه کن گدا رو میبینی، اینجا نگاه کن شرایطو، اینا نشستن، خانومه نشستن، اون یکی داره مواد میزنه، مثل این که خودت برو نگاه کن انقدر بزرگه. اونجا نگاه کن چه تجمعیه. و یه چیز جالب که داشتم نگاه میکردم، این آدم رو نگاه کن، انگار یعنی عکس گوگل ها، خیلی جالبه. یکی از چیزایی که این انقدر عصبی هن در آمریکا کانادا، این انگشت وسطه که نشون میدن همینجوری ثانیه، یعنی همچین چیزایی رو شما باز تو اروپا به این شکل نمیبینی. یک جاییست که کثافت خالیه، شما همین خیابون برو، یعنی نکن اینم فرهنگ دیگه، انقدر شرایط چیده، یعنی همینجوری عکس گرفتی مردم اینجوری. شما حالا فکر کن از جرأت داری از وسط اینا رد شی، مثلا راه بری، من وسط اینا رد میشم و بهشون خوراک میدم، طرف بعد میاد میگه آقا اینا دارن حال میکنن. اینم حال کردن توی کاناداست. نگاه کن شرایطو، نگاه کن برو خودت نگاه کن، یعنی راهشو بهت یاد دادم. دقیقاً میخوای بدونی کجاست، تمام این خیابونی که بهتون میگم رو برید نگاه کنید. اجازه بدید میای که تو ونکوور، ببین این ونکووره، میای تو ونکوور، خیابون هیستینگ خیابون اصلیشه، اینجا این پارک رو میبینی، کل این محوطه رو نگاه کن، کل این محوطه پارک. حالا آها موس من نشون داده نمیشه، پارک و اینا رو همه این بخشا رو نگاه کنی، این بخشی که داری نگاه کنی هیستینگ و اینا رو همه رو نگاه کنی، کلی کارتون خواب میبینی، حقیقته. بعد حالا ایرانیا برای این که میخوان، بذار من تصویر رو درست کنم، برای این که میخوان وجدان خودشون رو راحت کنن یا خودشون رو فریب بدن در کانادا، میگن اینا خودشون میخوان اینجوری زندگی کنن، یعنی از این حرفای مفتیه که دارن میزنن. من خیلی جالب بود وقتی که خوراک پخش میکردم بین اینا، خیلی از اینا معتاد نبودن، خیلی از اینا معلم و استاد دانشگاه بودن، و فاصله بین یک زندگی متوسط تا رسیدن به بی خانمان شدن در کانادا و آمریکا، البته بستگی داره کدوم ایالت باشی، ولی یک چیز میانگین که بخوام بهتون بگم نهایتاً 2-3 هفته است.
یا مثلا میتونیم بگیم یک ماه، بستگی داره دقیقاً تو چقدر وضع مالیت خوب باشه و چقدر این مریضی طول بکشه و کدوم ایالت باشی. شرایط اینه قربونت برم. وقتی ما داشتیم غذا پخش میکنیم بین این مردم، خانومه اومد گفت من 2 روزه هیچی نخوردم، و این خانوم معلم مقطع دبیرستان بچه های دامچیز بودش، ونکوور بود. میگم من هنوزم ولی الان کارم رو از دست دادم، بازنشستم دیگه، بازنشسته آموزش پرورشم فلانم، و من مالیات خونم رو نداشتم، خونم رو ازم گرفتم پرتم کردم بیرون، و من الان مدت 2 ماه هوملسم، بی خانمان هستم. این حقیقت داستان قربونت برم، این حقیقت داستانه. بعد یه همچین دولتی با یه همچین ماهیتی که خونه مردم رو به زور ازش میگیره به اسم این که آی تو نمیتونی مالیات بدی فلان، و اینم بهت بگم تو اگه مالیاتتو بتونی بدی، قسط خونتو بتونی برای 50 سال بدی، بعد از 50 سال که با بانک تسویه میکنی، باز این خونه مال تو نیست، فقط ساختمونش مال توه، زمینش باز برای دولته، و زمین مال تو هیچ وقت نمیشه، یعنی شما هیچ وقت صاحب ملک زمین اونجا نمیشی. یه همچین دولت استعماری که به مردم اینجوری رحم نمیکنه، مردم رو میریزه تو خیابونا، واقعا میخوای دل بسوزونه بیاد نفری 2000 دلار بده آجیل و برنج و اینا؟ نمیده چی داری صحبت میکنی؟ من دروغ میگم؟ برو بشین تو گوگل خودت سرچ کن. حرف اون احمقایی هم که برمیگن هم میگن اینا خودشون میخوان و باور نکن، مگه میشه کسی خودش دلش بخواد وزینه؟ برید نگاه کنید یه بار تو اون خیابون، اگر کسی وجدان داره بلند شه بره تو خیابون دانتان هیستینگ در همین پارک و اینا خوراکی پخش کنه، با 2 تا از اینا صحبت کنه، بعد اگر جرأت داشت بیاد بگه اینا خودشون میخوان. شرم‌آوره وقتی که صورت مسئله رو میخوایم مثلا چیز کنیم، پاک کنیم، بگیم اینا خودشون میخوان، دنبال دلیل و اینا نمیخوایم بریم بگردیم، خودشون میخوان. و وقتی که میگم کانادا و آمریکا به مراتب بی خانمانهاش از ما بیشتر، شما الان به خیابونه کانادا رو نگاه کنید، حالا ایالتهای مختلف آمریکا رو همین روشی که یادتون دادم نگاه کنید، انقدر دیگه قضیه اوریان هست که تو عکسای هوایی ماهواره گوگل هم اینا افتادن دیگه، مستند مستنده. بعد اینو مقایسه کنید با ایران، بگو آقا من تو خیابون میرم، خیابون ولیعصر رو میرم مثلا، مثلا میدون ولیعصر، میدون ترجیش، تو خیابون ولیعصر من چند تا امکان داره بی خانمان ببینم؟ بعد اینو مقایسه کن با اینجا. من تازه مرکزیت این بی خانمان ها رو بیان کردم، وگرنه سر تا سر ونکوور این بی خانمان ها رو شما میتونید مشاهده کنید. مرکزیتش اینجاست که بحث چند هزار نفره، یعنی تو هر خیابون چند هزار نفر اینجوریان. برید خودتون نگاه کنید، من دروغ میگم، خودت برو نگاه کن، روش تحقیقی دارم یادت میدم. به هر حال قربتون برم، این بخش برنامه رو میبندم. کسانی که این ویدیوی این کانادایی رو پخش کردن، در پیش وجدان خودشون با خودشون صحبت کنن و به این نتیجه برسن که چرا نمیتونن صلاحیت اینو داشته باشن بگن نظام جمهوری اسلامی کارش درسته یا غلطه. من مخالف جمهوری اسلامی ام، یادت باشه هزاران دلیلم دارم که جمهوری اسلامی کارش اشتباهه، ولی شماهایی که این ویدیو رو پخش کردید حق اینو نداری که به جمهوری اسلامی بگی کارش اشتباهه، چون تو حتی صلاحیت اینو نداری، قدرت تشخیص اینو نداری که بفهمی این ویدیو خلاف واقع داره میگه، قدرت تشخیص نداری که دولت کانادا نمیتونه آجیل و برنج اقلام ضروری مثلا بیاد پخش کنه به این شکل. به هزاران دلیل تابلو این ویدیو خلاف واقع. حالا ما که سنداشو نشون دادیم که خلاف واقع، ولی این سندا نیاز نبود من نشون بدم، خیلی تابلوتر از این حرف و دروغه. منتها فرصتی شد که تلاش کنم در این برنامه سواد رسانه‌ای رو گسترش بدیم. ما باید مجهز بشیم به سواد رسانه‌ای و شناختمون رو در مورد این پدیده‌ها در پدیده رسانه خیلی بالا ببریم، و این شناخت اگر داشته باشیم راحت فریب نمی‌خوریم. یه پرانتزی باز کنم، حالا شاید امکان داره بعضی بگن که آقا اگه کانادا و اروپا و آمریکا و اینا بده تو چرا برنمیگردی ایران؟ به هزاران دلیل، بازم صلاحیت اینو نداری که تو به من بگی چرا برنمیگردی. من خودم به همه میگم چیکار کن، شما صلاحیت اینو ندارید به من بگی کجا باش چیکار میکنی و چرا برنمیگردی. هزاران بار توضیح دادم، و اگر من در این کشورها این کار زندگی نمیکردم، تحقیق عینی نداشتم، که الان حرفم خریدار نداشت که قربونت برم. وقتی که دارم این خیابونو تو گوگل بهت نشون میدم، کوچه به کوچه‌شو خودم رفتم و بین مردم اونجا خوراک پخش کردم، بعدم من میدونم دارم چیکار میکنم. شما نگران من نباش کجا زندگی میکنم، من دقیق میدونم چیکار میکنم. تو نگران خودت باش که یه عمر مغزتو استعماری کردم،
نمیگم مغز ما استعماری نبوده، ما ولی ما حواسمون جمع بود، بالاخره راه و روش زندگی و درست فکر کردن رو فهمیدید. بنابراین نگران خودت باش که فعلا فریب این کلیپو خوردی. قربونتون برم، شب و روزگار خوش. این کلیپ هم اونایی که حرفا رو قبول دارید به خاطر بالا بردن سواد رسانه‌ای در سطح گسترده پخشش کنید. بدرود.